سازمان دیدبان حقوق شیعیان جهان شیعه رئیس باج به مناسبت روز جهانی دموکراسی با صدور بیانیه دولت بحرین و معترضان حکومتی را به مذاکره فراخواند. در این بیانیه که نسخه از آن به خبرگزاری شیعه ویوز رسیده آمده است، در روزی که از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی دموکراسی نامگذاری شده، سازمان دیدبان حقوق شیعیان از دولت بحرین و معترضان این حکومت می‌خواهد با تجدید نظر در سیاست‌های خود در زمینه‌های مختلف بر ایجاد دموکراسی، امور مسالمت‌آمیز و شکل‌گیری را حل‌های مناسب همت کنند و در استقرار، پایداری و صلح فراگیر ملی سهیم باشند. این سازمان افزود در سالهای اخیر دولت بحرین با بحرانهای سیاسی مختلف و بی نتیجهی دست و پنجه نرم کرده و اصلاحات حکومتی نیز برای حل بحرانهای موجود در جامعه در حد مطلوب نبوده است. شیراسواچ در ادامه با اشاره به اینکه تجربه و تاریخ نشان دادند که کشورهایی که شاهد اعتراضهای مردمی هستند در نهایت با تن دادن به مطالبات مردمی و تکیه بر دموکراسی و گفتگوی صلح‌آمیز مشترک توانسته‌اند از مشکلات خود عبور کنند. افزود سرکوب، استبداد رأی و ابراز خشونت در مقابله با درخواست‌های مردمی پیامدهای همانند افول سیاسی، افت اقتصادی، بحران‌های گوناگون و دخالت‌های خارجی در امور داخلی کشور را در پی خواهد داشت. سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان در روز جهانی دموکراسی از مقامات بحرین خواست همه زندانیان عقیدتی را آزاد کنند، با طرف‌های معترض به مذاکره بنشینند و شنونده نقدهای سازنده خصوصاً از سوی مطبوعات و اصحاب رسانه باشند. این سازمان در پایان بیانیه خود آورده است: همگی در نشر فرهنگ دموکراسی و گفتگوی سازنده برای حل بحران ها مسئولیم و این تنها راه برای رهایی از مشکلات به وجود آمده در طی 7 سال گذشته است.